درس جانانه ای. در آن روزگار به دشمن دادید. قبل از اون بود که رفسنجانی میگفت جنگ هستی ماست. آدم های خمینی به صراحت میگفتند که اگر تحت فشار این مجاهدین صلح کنیم دیگه قادر به اداره کشور نخواهیم بود. از سال 67 تا سال 81، پایان 81، دیدیم که آتش بس شد اما صلح نشد. گفته بودیم که صلح تنابدار این رژیم ارتجایی است و مقدمه خواهد بود برای نفی سپاه جور و جنایت. او میخواست با آتش بس ارتش آزادی و تنها جایگزین دموکراتیک را قفل و از دور خارج کنه. اما شما با اون تعرض عظیم انقلابی پیش دستی کردید. در همون زمان هم گفته بودیم که هیچ صلح پایداری با این رژیم متصور نیست و حالا دو دهه و اندی گذشته است. شما با جاودان فروغاتون میزی رو که ارتجاع چیده بود و بسا طمعها برانگیخته بود برهم زدید، فرو پاشاندید. راه بر راه حل‌های ارتجاعی و استعماری بسته شد، البته با آتش فشان اون خونهای پاک و والا. او میخواست به سرعت مقاومت ایران رو به این وسیله دور بزنه و نابود کنه. قتل عام زندانیان سیاسی از قبل تصمیم گیری شده بود، از زمانی که تصمیم به آتش بس گرفت. اما در همین ایام به اجرا گذاشته شد. به این ترتیب او میخواست که شما رو قربانی صلحی بکنه با آتش بس خودش که پرچمش رو خودتون برافراشته بودید. اما شما با آن پیش دستی و با آن تعرض عظیم و با اون حماسه جاودان در تاریخ ایران خودتون رو تثبیت و اثبات کردید. منظورم از خودتون پیامی است که حامل اون بودید، حاکمیت مردم ایران و جایگزین دموکراتیک و مردمی. البته در دو دهه‌ای که گذشت بسیاری حوادث بود، از جنگ کویت تا جنگ اخیر در عراق، که معادلات رو طور دیگری رقم زد. اگر مجاهدین اون روز آزمایش فروغ رو آنچنان درخشان با بهای سنگین و خونین پشت سر نگذاشته بودند، مطمئنن که نمی توانستند مراحل بعدی رو هم این چنین طی طریق بکنند و سرفراز و پیروزمند از سوش بیرون بیاند. این است همون رایحه جامعه‌ای که عنوانش
بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده. این است همون رایحه ایدئولوژیکی و معنوی و انگیزشی که ما رو به پیش برده و تضمین و حفاظت کرده. در قلمرو به اخص ایدئولوژیک به همین خاطر رژیم خمینی از بالا تا پایینش پیوسته تأکید میکردن، چه در اون ایام چه در این 22 سال، که این بالاترین و بزرگترین لشکرکشی بود در طول جنگ 8 ساله که نظیر نداشت، چرا که مجاهدین به سرعت با 170 کیلومتر پیشروی خودشون رو به دروازه کرمانشاه رسوندند. این کار کسی دیگری غیر از شما نبود، چون جنگ 8 سال جریان داشت و همه شاهد صحنه ها بودند و چنین چیزی ندیده بودند. همیشه کار مجاهدین چنین بوده است، بر مبنای صدق و فدا. به میزانی که نسبت بهش وفادار بودیم، به میزانی که فهمش کردیم و بهای اون رو پرداختیم. به مناسبت همین سالروز فروغ و شهدای فروغ و شهدای قتل عام، تازگی عکسی رو دیدم که به موزه هدیه کرده بودند. میخوام این عکس رو هم ببینید که عکس بسیار گویایی است. از اعدام‌های بعد از 30 خرداد در سال 60، عکاس این عکس مجید چون موقع 16 سال داشت، پسر دکتر شفایی، به شهادت رسید. در این عکس دکتر شفایی رو می‌بینیم از اصفهان با مادر این بچه ها که اون رو هم در زندان اصفهان اعدام کردند و سلام الله علیها. عجیب است که این خواهر رو، عفت خلیفه سلطانی رو که در عکس می‌بینیم، برادرش لو داد و در اعدام او همکاری کرد. نظیر همین مزدورانی که دعوی این رو دارند که خانواده مجاهدین هستند. پشت سر دو شهید دیگر رو میبینید، شهدایی هم هستند از این خانواده که عکسشون اینجا نیست، مثل حسین جلیلی، آن طفلی که در بغل مادرش هست، همین محمد شفاست که اینجا نشسته است، که امیدوارم یاد و نام و راه پدر و مادر و دیگر شهیدان رو با سرفرازی تا به آخر ادامه بدهد، یعنی که برای او و برای همه شما چنین دعا میکنم، دعای سرفرازی. به همین مناسبت باید یادی بکنیم از